سوم آذر ماه 1396 خورشیدی و 24 نوامبر 2017 میلادی. در برنامه امشب صفحه آخر میپردازیم به گوشه های از فساد در ورزش ایران. و میدونید که فقط فوتبال نیست، فدراسیون های دیگه هم افراد با ارزشی رو مدام دارن از دست میدن به دلیل همین فساد. همین هفته 19 قهرمان جودوکار ایران به یک کشور دیگه پناهنده شد. خب اول بریم تقدیمی رو ببینیم به زلزله زدگان ایران که این روزا تو بعضی مناطق زیر بارون دارن تو سرمای 0 درجه سر میکنن. نحن وعلى المكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في، انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خيي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، هتكون شفافية أكثر من هيك. ما اول به عنوان مقدمه یه اشاره هایی بکنم به وضعیت کلی ورزش ایران و مشخصا فوتبال باشگاهی، بعد بریم سراغ در زمینه فساد، البته بعد بریم سراغ مهمان محترم برنامه که از پیشکسوتان ورزش ایران هستن و از مربیان. 28 اسفند 92 سردار پور مختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. از آخرین رسیدگی ها به پرونده فساد در فوتبال در کمیسیون اصل 90 چه خبر؟ بررسی های ما در واقع نشون دهنده وجود مفاسدی در این حوزه هست که چه در بخش های مالی و مادیش و درآمدیش، نحوه هزینه کردهاش، تو حوزه های تبلیغاتی و بزرگنمایی بعضی از افراد، عرضم به خدمت شما شرط بندی هایی که وجود داشته، نقل انتقالات بازیکنان هست و بعضا تبانی هایی که وجود داشته، مجموعا اینها رو در کلیت ما به نتیجه رسیدیم. امیدوار هستم که با ذکر اسامی و کسانی که تاثیرگذار بودند در این حوزه، اونها رو هم انشاءالله هرچه زودتر معرفی بود. این صحبت و مال اسفند 92، نزدیک 4 سال پیش. تا حالا کی معرفی شده به عنوان کسی که تو فساد در فوتبال یا هر رشته ورزشی دیگه دست داشته؟ که آقای نماینده مجلس میفرمایند که اینا معرفی میشن. هیچ کس. دو نفری هم که یقشون گرفته شد، یکشون سردار رویانیان بود که بازداشت موقتش ربطی اصلا به ورزش نداشت، به اتهام فساد در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور. یکی دیگه هم کفاشیان بود که سال 90 یه روز بازداشت شد و با کفالت آزاد شد. یعنی 2 سال قبل از این تحقیق و تفحص و این حرفایی که شنیدین الان، ربطی اصلا نداشت به این قضیه. این منظورم اینه که گزارش مجلس منشأ هیچ اثری در مقابله با فساد و مفسدان در ورزش نشد. چرا؟ پیش از هر چیز به این دلیل که اعضای کمیسیون مجلس از جمله همین پور مختاری که به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل 90 حرفاشو شنیدین، مثل اکثر نماینده های مجلس سپاهی هم. و فسادی هم که در ورزش صحبتش میشه از همین سپاهی هاست تو ورزش. هیچ باشگاه ورزشی و هیچ فدراسیونی رو نمیبینین که سپاه یا مستقیم توش دخالت نداشته باشه یا آدماشو توی باشگاه های ورزشی به عنوان معتمد نذاشته باشه. دلیلش هم فقط امنیتی اطلاعاتی نیست، اساسا اقتصادی مالیه. در واقع 5 بهمن 91
94 5 بهمن 94 متن کامل گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد در فوتبال منتشر شد. گرچه این گزارش خیلی جاهاش کلیه و بدون مشخص کردن مورد مشخص، ولی تو چند حوزه کاملا مشخص. این چند حوزه ایناست: انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص در فوتبال که عموما سپاهی ها هستند، نقل و انتقالات بدون نظارت، و دو نکته دیگه که گزارش مجلس تا حدی مشخص تر بهش پرداخته، یکی نشریات زرد و یکی فرار مالیاتی. یه مثال بزنم برای هر کدوم، کوتاه و بگذاریم. گزارش مجلس سال 94 ایراد میگیره به انتصاب افراد سیاسی و غیر متخصص در فوتبال. هیچ اسمی هم گفتم نمیاره. بذارین من چند تاشون رو بگم، فقط از سپاهی ها. محمد رویانیان چی کاره بوده؟ فرمانده کمیته و فرمانده نیروی انتظامی نور و استان مازندران، فرمانده پلیس 110، فرمانده پلیس راهنمایی رانندگی، بعد میشه مدیر عامل قبلی باشگاه پرسپولیس، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بود که میدانید. لطف الله فروزنده دهکردی چیکاره بود؟ معاونت نیروی انسانی سپاه استان چهارمحال و بختیاری، معاونت بسیج سپاه پاسداران استان، سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس. مصطفی آجرلو از فرماندهان سابق لشکر 27 محمد رسول الله، مدیر کل تربیت بدنی سپاه، رئیس هیئت فوتبال ارتش‌های کشورهای آسیایی. حسن تهرانی مقدم رئیس صنایع موشکی سپاه بود، آبان 90 تو انفجار کشته شد. رئیس هیئت مدیره باشگاه سبا، باتری، پیکان و ابو مسلم مشهد بود. ایشون ناصر شاه سواری مسئول پشتیبانی بخش موشکی سپاه، مدیر عامل سابق ابو مسلم مشهد، پیکان تهران، سبا، باتری، قائم مقام باشگاه استیلازی. و دیگه عکس کیو داریم؟ سید هاشم قیاسی رو داریم. بله، جانشین فرمانده سپاه امام رضا، سرپرست هیئت‌های ورزشی سگانه خراسان، مدیر عامل باشگاه پاس تهران. و آقای عزیز محمدی سردار سپاه، 11 سال عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر، مسئول کمیته تیم‌های ملی. و آقای مهدی تاج بازنشسته سپاه، رئیس سابق سازمان لیگ، رئیس فعلی فدراسیون فوتبال. خب درباره نقل و انتقالات بدون نظارت که با همین تیتر در گزارش مجلس آمده، بذارین یه تیکه از خود گزارش مجلس رو بخونم. مدیر عامل یک باشگاه نیمه دولتی که هیچ سابقه در فوتبال نداشت، تحت تأثیر فضایی که اطرافیان و رسانه‌ها و کارچاقکن‌ها برایش ساخته بودند، برای به دست آوردن بازیکنی که معمولی بود، حاضر شد مبلغ 100 میلیون تومان به باشگاه و شخص مدیر عامل خارج از چارچوب قراردادهای قانونی بپردازد تا رضایت‌نامه آن بازیکن معمولی صادر شود. 100 میلیون تومان آقا ریخته جیرینگی تو جیب شخص مدیر عامل و باشگاه. من منظورش دلال حتما دیگه. ببینین چند تا از قهرمانان پرافتخار ورزشی ایران درباره وضعیت فساد در ورزش صحبت کردن که شاید مهمترینشون علی کریمی باشه که پیش و بیش از بقیه دادش از فضای فاسد ورزشی مملکت در اومده. تو اینستاگرامش برای مثال نوشته کاش یه زلزله بیاد تو این فدراسیون، یه تیکه از این دایره بسته خراب شه، شاید یه نفر خیرخواه فوتبال وارد بشه. بازیکنان من متاسفانه پول نداشتن. بازیکن من با موتور میومد سر تمرین، همون بازیکنی که باشگاه قرارداد 100 میلیون تومانیشو کرد 100 هزار تومان برای یک فصل. فدراسیون از پایبست ویران است. 100 میلیون تومان قرارداد ثبت میکنن به قول خودشون، 100 هزار تومان میدن به بازیکن برای یه فصل، بقیهشو میرن واسه خودشون برج میسازن. یکی دیگه از موارد فساد در گزارش مجلس مربوط به نشریات زرد. در گزارش آمده
سردبیر یکی از نشریات پرتیراژ فوتبالی در کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت که 8 سال قبل از بازیکنی 10 میلیون تومان اخذ کرده تا یک هفته به صورت روزانه در صفحه اول روزنامه پوشش داده شود و همین کار باعث افزایش قیمت این بازیکن به مبلغ کلان در فصل نقل و انتقالات شد. 10 میلیون تومان رشوه میگیره این کار. این هم نشریات ورزش. بزنید که صحبت های علی کریمی رو گوش بدیم. اونا گفتن آقا بازی فلان رو بازی کردی یا ما هوا تو داشتیم، حالا تو بعد هوای ما رو داشته باشی چیکار بکنم فلان. طرفش میگه آقا من قراردادم بگیرم چشم. آقا قرارداد خود طرف برمیگرده میگه پولی در پولی از پول خبری نیست اینجا. یکی از همین بحثای همین بدهی باشگاه است که شما ببینید، شما برین از آقای تاج بپرسید آقای تاج چرا اگه آقای آندو تیموریان، آقای ایکس ایگرگ اگه نامه نمیزدن اف سی رو در جریان نمیذاشتن شما الان کاری میکردید؟ بازیکن فوتبال هست 30 میلیون قراردادشه، جالبه 8 میلیون باید حق انتقالی بده، خروج از استان بده. خب آقا یارو میگه آقا من هنوز یه پولی نگرفتم، این پولم معلوم نیست که من بگیرم، بیام 8 میلیون بدم یه سریا به خاطر همین اصلا یا تو همون استان میمونن یا اصلا فوتبال میذارن کنار. شما چرا این پولای درآمدی که بابت این قضیه است شفاف سازی نمی‌کنی؟ شما چرا فیش حقوقی خودتون و آقای کفاشیان و آقای ساکت رو منتشر نمی‌کنی؟ مگه به شفاف سازی نیستش؟ این خانواده فوتبال فقط بازیکن‌ها مربی‌ها نیستن، تا از اون نوک ایرم که رئیس فدراسیون شامل این خانواده میشن. بس اگه شما واقعا دنبال این که شفاف سازی بکنید فیش حقوقی خودتون و تمام اعضای اون اعضای عالی رتبه رو، البته میگم و نه حالا اون بنده خدا کارمنده زحمتکش فدراسیون من اصلا کاری باشون ندارم، اونا همیشه کارشون رو به نوع اصلا انجام میدن، اگه اینا انجام نمیدادن که واویلا بودش. علی کریمی برای نمونه کپی یکی از هدیه های جزئی رو که به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال داده شده منتشر کرده و نوشته فساد در فوتبال ربطی به جادوگری و رمالی نداره. این اواخر میدونین دیگه این موضوع رو خیلی داغ کردن و یکی دوتا هم گرفتن. فساد در فوتبال ربطی به جادوگری و رمالی نداره، با این حکم ها سوژه خنده تلخ مردم داغ دیده رو در این روزها چفت و جور نکنین، هرچند خیلی وقت داغ این فوتبال به دل مردم نشوندین. آقای تاج کارت هدیه 5 میلیون ریالی بانک تجارت را برای چه کاری استفاده میکردید؟ فرار مالیاتی یکی دیگه از تخلفاتی است که در گزارش مجلس اومده. باز یه پاراگراف کوچیکش را براتون میخونم. بیش از مبلغ رو ببینین، بیش از 1300 میلیارد ریال مبلغ بدهی باشگاه‌ها و بازیکنان و کادر فنی به سازمان امور مالیاتی کشور است که بخشی از این مبالغ از سال 1380 تا کنون پرداخت نشده و این در حالی است که همواره از دیگر اقشار جامعه به تناسب و به راحتی مالیات قانونی اخذ می‌شود. اینا همه گزارش شده با یه سری مورد مشخص دیگه. فدراسیون فوتبال هم یه جوابی داد که به این گزارش مجلس که اعلام شد، مجلس از جواب فدراسیون قانع نشد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. نه فقط نماینده های مجلس، هیچ که قانع نمیشه. و شاید برای همینه که علی کریمی یقشون رو ول نمیکنه. میگه آقایون تاج، کفاشیان و ساکت و سایر مسئولان فدراسیون فوتبال باید بدونند که صاحب اصلی این فوتبال مردم و باشگاه ها هستن و اونا حق دارن بدونن تو این سیستم مدیریتی چی داره میگذره و شماها چه گلی دارید به سر این فوتبال میزنید. به طور مثال مردم حق دارن درباره قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال ایران همه چیزو بدونن. باشگاه ها حق دارن بفهمن چرا برای قرارداد دو ساله یه 160 میلیارد تومانی که با شرکت ایران نوین توسط شخص آقای تاج و رفقاش امضا شد فوتبال ایران مجبور شد 69 میلیارد تومان به این شرکت خسارت بده و تا الان هم نتونسته بقیه پولشو بگیره. شما باید توضیح بدید چرا هیچ شفافسازی کاملی درباره پشت پرده این خسارت ها انجام نشد.
باید توضیح بدید چرا از این شرکت ضمانتنامه های معتبر بانکی نگرفتید که کار به اینجا کشیده نشه. نه تنها این کار رو انجام ندادید، بلکه 69 میلیارد تومان پول بیت المال و سرمایه فوتبال رو حیف و میل کردید. سیوم آبان امسال محمد رشنونژاد ملی پوش جودو و نایب قهرمان آسیا بعد از مسابقات گراند پری جایزه بزرگ هلند به ایران بر نگشت و پناهنده شد. 17 فروردین 93 فدراسیون جودو رکورددار مهاجرت قهرمانان و مربیان به سایر کشورها، یعقوب نجاری مربی جودوی کشورمان به ترکیه مهاجرت کرد تا در این کشور به مربیگری و ادامه زندگی بپردازد. فدراسیون جودو رکورددار مهاجرت قهرمانان و مربیان به سایر کشورهاست. در خدمت آقای یعقوب نجاری هستیم، قهرمان پیشکسوت جودو و مربی جودو در ایران و حالا خودشون میفرمایند در ژاپن و در نمیدونم در ترکیه هم، که به هر حال باید گفت مربی سابق جودو در ایران. خوش آمدید آقای نجاری به صفحه آخر. با درود به شما و تمامی بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم جناب فلاحتی. آقای نجاری، چرا فدراسیون جودو رکورددار مهاجرت قهرمانان و مربیان به سایر کشور هست، خود شما چرا در ایران ادامه ندادید یا نتونستید ادامه بدید؟ عرضم به حضورتون که جناب فلاحتی عزیز، متاسفانه در ایران شرایط رو جوری مهیا میکنن برای ورزشکارا و برای قهرمانان که به ناچار و خود من از جمله، کاش که خیلی زودتر از اینا از ایران رفته بودم. همونطور که سال 1990 من از ایران رفتم، یه 3-4 سالی تو کشور ژاپن زندگی کردم، کاش که اون موقع من به ایران بر نگشته بودم و ادامه زندگی و ورزشیمو تو اونجا داده بودم. فدراسیون‌های ورزشی متاسفانه بستر رو جوری فراهم میکنن که شما تا جایی که بل قربانگو و چشم قربانگوی اونا باشین بتونین فعالیتتون رو ادامه بدین. یعنی در هر صورت و به هر شکلی پایبند مسائل و راههایی که اونا برای شما تعیین میکنن باشین، و این خودش یه یعنی بن‌بستی رو ایجاد میکنه برای ورزشکارا که متاسفانه نمیتونن زیاد دووم بیارن. ما تو همین چند سال اخیر خیلی از قهرمانای ملی رشته‌های حتی مختلفمون رو از دست دادیم، از جودو گرفته تا تکواندو، کاراته، بوکس، کشتی. تمام اینا یه دلیل بیشتر نداره، عدم رسیدگی و اینی که شاید مردم سوال کنن که بس قهرمانای دیگه چطور مدال میارن، چرا یا مثلا بعضیا اسم وطن فروش و خائن میذارن این قهرمانا، که متاسفانه این اصلا درست نیست و ناجوانمردانه است، چون که همه قهرمانان نمیتونن به اون خواسته های فدراسیون ها و رؤسای فدراسیون تن بدن و به این خاطر مجبور میشن از ایران مهاجرت کنن و یا پناهنده بشن به جایی که حداقل ارزش اونا رو بهتر میدونن و در جایگاه خودشون ازشون استفاده میکنن. ببینید در صدای اینم پدر من رو در آورد، این دستگاه ما، امیدوارم صدای من خوب به گوش شما برسه آقای نجاری. شما رو دارم، خواهش. ببینید شما، میخوام ببینم که به طور مشخص به چه مرحله رسیدین که مجبور شدین از خب همینطوری که شما فرمودین تمام ورزشکارها در یه شرایط نسبتاً مشابه به هر حال دارن کار میکنن در ایران، بعضی هاشون امکانو پیدا میکنن که کشور خارج بشن. مشخصا در مورد شما، خیلی هاشون اصلا ترجیح میدن که خارج نشن. مشخصا در مورد شما به عنوان یک نمونه، چه ستمی شد، چه صدهایی بود، چه مشکلی داشتین که
رها کردین ادامه کار قهرمانی و بعد مربیگری رو از ایران اومدیم بیرون. جناب فلاتی عزیز، من شاگرد کسی بودم که از روز اول ایشون یکی از منتقدین فدراسیون بوده و به همین منوال خب ما هم یعنی به قول معروف پاسوز ایشون شدیم و هر بلایی که سر ایشون اگر نمیتونستن بیارن خب سر شاگرداش میوردن. مشکلاتی که برای من نوعی مثلا پیش اومد زمانی که من مسابقات انتخابی میدادم یعنی نفر فیکس تیم ملی میشدم، به دلایل و بهانه‌های مختلف شما را از تیم ملی خط میزدن، کسایی که خودشون دوست داشتن یا کسایی که بیشتر یعنی به حرف اونا و به خواستای اونا تم میدادن و اونا رو انتخاب میکردن و برای مسابقات برون مرزی تو مسابقات مختلف. یعنی چی آقای نجاری؟ بهانه‌های مختلف که شما مثلا چرا شما تو نماز جماعت شرکت نمی‌کنی، چرا شما توی دعا شرکت نکردی، چرا ریشتو از تن میزنی، چرا یقتو باز مثلا باز میذاری، چرا هر چی رو که به شما میگن مثلا شما گوش نمیدین، اعتراض میکنین، خواستهات سعی کن که اون چیزایی باشه که مربیا به شما تحمیل میکنن، اونی که به شما دیکته میکنن باشه. خب اینجور مسائل رو هر کسی نمیتونه جناب فلاحتی کوتاه بیاد. آقای نجاری درست میفرمایید. ببینید در مجموع با توجه به حالا این اشاره که شما فرمودین خیلی موضوع بازتر شد، در مجموع آیا میشود یه ارزیابی به دست داد که از اعضای تیم ملی فرض بکنید همین جدایی که شما درش فعال بودید در ایران، بله، چند درصد از اینا حدوداً از اینا واقعاً شایسته هم هستن؟ چون توی بچه‌هایی که مورد نظر مسئولان سپاهی یا اطلاعاتی یا روحانی فدراسیون باشن به هر حال توشون بچه‌های شایسته هم در ورزش هستن، بله، و چند درصدشون واقعا از همین بچه حزب الله خلاصه بچه‌های شایسته در کارشون هم هستن و چند درصد از شایسته ها کنار زده میشن به خاطر اینکه یه سری آدم ناشایسته رو بیارن و بعد خب کاری هم در مسابقات جهانی نتونن بکنن یا حتی آسیا. شایسته ها یعنی شایسته های واقعی، نفرات انتخاب شده واقعی، درصدشون کم نیست جناب فلاحتی. یعنی ما اگر تیم ملی جدو که تشکیل میشه از 7 وزن، این 7 وزن میشه گفت 4 تاشون 5 تاشون شایسته هستن، یعنی نفرات واقعی هستن. ولی اون نفرات واقعی هم کدوم نفرات هستن؟ نفرایی هستن که به خاطر اینکه از زندگی جا نمونن جناب فلاحتی، به خاطر اینکه به خواسته هاشون برسن، به آرزوشون برسن. نهایت آرزوی یک ورزشکار چیه؟ نهایت خواب و رویای یک قهرمان ملی مدال المپیکه. وقتی شما میای 6 ماه تو اردوی شبانه روزی هستی، خودتو آماده میکنی، خون دل میخوری، یعنی شبها با گریه میخوابی از فشار تمرین، این ریاضت ها رو میکشی، روزی 6 ساعت شاید تا 8 ساعت تمرین های طاقت فرسا که بیای برسی به یه مدال جهانی، برسی به دستت برسی به یه مدال المپیک. وقتی که شما با یه قرعه نامناسب از نظر اونا مواجه میشی، اگر یه حریف اسرائیلی جلوی شما میافته کار شما تموم میشه، پروندت بسته میشه، یعنی تمام خواب و رویای قهرمانی از بین میره، دسترسی به مدال تو باید فراموش کنی. این اگر شما به خواسته خودت باشی که میگی من ورزشکارم، شعار ورزش چیه، شعار المپیک چیه، صلح و دوستی، همبستگی و اتحاد ملت هاست. توی ورزش به نظر من سیاست هیچ جایی نداره. ما وقتی که سیاست و قاطی ورزش بکنیم متاسفانه ورزش ما به این روز میفته. اگر ما به خواسته شخصی باشه، خب اون رقیب اسرائیلی هم مثل من یه ورزشکاره، به من هیچ ارتباطی نداره که دولت اسرائیل دولت خوبیه یا دولت بدیه، همونطور که دولت‌های دیگه. من به عنوان یه ورزشکار روی تاتامی باید حاضر بشم، با رقیب و مسابقه بدم و مدالمو بگیرم و افتخار برای کشورم بیارم. وقتی که منو قاطی بازی سیاسی میکنم،
خواسته و ناخواسته اهدافشون رو پیش میبرند، خب این یعنی بستری رو فراهم میکنه که شما یواش یواش به فکر میفتی که خب من الان مثل همین آقای محمد رشنو نژاد یا دوستان دیگه که الان خیلی از دوستان ملی پوش سابق توی آلمان پناهندن، توی ایرلند پناهندن، توی حتی به امریکا یا توی انگلیس، تو کل اروپا پخشن، به این فکر میفتن که اگر من الان زحمت بکشم این 4 سال تو اردو شبانه‌روزی از هزینه شخصی گرفته از وقت جوونیم عمرم و همه چیمو بزنم بیام برسم به یه سطحی که میخوام وارد مسابقات المپیک بشم، متاسفانه تو اون مسابقات المپیکم اولین قرم میافتم جلوی حریف اسرائیلی و منو به راحتی کنار میذارن، بعدش هم هیچ اتفاقی نمیافته، هیچ رسیدگی نمیشه. و تازه وقتی که شما فرمودین که تمام تلاشش اینه که ورزشکار هزار جور بدبختی و مرارت میکشه برای اینکه بتونه برای کشورش افتخار کسب بکنه، وقتی که در برابر حریف اسرائیلی قرار میگیره برای مثال و به چیزی نمیدن که بره مسابقه بده، این افتخار نصیب همون کشوری میشه که اینا میگن ما باهاش دشمنیم، یعنی دو دستی افتخار رو تقدیم میکنم. کدوم کشتیگیر اسرائیلی، من به یاد ندارم کشتیگیر اسرائیلی تونسته باشه مثلا کشتیگیر ایرانی رو برده باشه. چقدر قهرمانای کشتی ما یعنی بل اجبار از مسابقه دادن با اینا باز موندن، دستشون از مدال جهانی المپیک کوتاه شده. جودوکارامون هم همینطور، نمیدونم رشته های دیگه‌مون. نه اصلا به هر حال همینطور که میفرمایید قاطی کردن سیاست با ورزش نتیجهش همینه دیگه. هیچ کشوری این کارو نمیکنه به جز جمهوری اسلامی ایرانی، نظام مقدس و اسرائیل یا هر کشور دیگری در سیاستهاش در دولت به گونه ای عمل میکند، در ورزش به گونه ای مثل بقیه کشورها، تمام کشورها اینجوری هستند. در ورزش به هیچ تبعیضی در کار نیست، سیاستش مورد حمایت بنده باشه یا مورد حمایت شما باشه، ولی ورزشش ممکنه فلان ورزشکارش ببازه و به هیچ وجه شما ازش حمایت نکنید اون ورزشکار، درست برعکس همین نگاهی که به سیاست میشه. باری ببینید یه اتفاق بهتون بگم جناب فلاتی، ما متاسفانه سنگ فلسطین و لبنان و کجا و کجا رو به سینه میزنیم، حال که اونا خودشون وقتی با مرقبان اسرائیلی مواجه میشن مسابقه میدن، هیچ مشکلی برای خب دیگه اینا تبلیغات حکومتی فقط از طرف این نظام مقدس. ببینید بله روشنه، اینو دیگه همه مردم میدونن. ببینید یه اتفاق بسیار مهمی افتاد، من میخوام قبل از هر چیزی تا فرصت داریم به اندازه کافی درباره این موضوع صحبت کنیم. 24 تیر 88 بود که بذارین این خبر رو بخونم. تیم ملی جودوی نوجوانان ایران برای برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی ارمنستان به منظور آمادگی حضور در مسابقات جهانی مجارستان که 15 مرداد ماه برگزار می شود، یعنی 88، صبح روز چهارشنبه راهی ارمنستان بود. با وقوع حادثه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری با 167 سرنشین در یکی از روستاهای شهر قزوین، تمامی مسافران این پرواز از جمله جودوکاران نوجوان ایران جان خود را از دست دادند. چی بود این ماجرا؟ اول دقیق بفرمایید آقای نجاری، خواهش میکنم. من عرضم به حضورتون که زمانی که این تیم، من اینجا به یاد داشتم کردم که زمانی که این تیم عازم مسابقات قهرمانی آسیا شد، زمانی بودش که ما اوایل سال 88 تازه گروه منتقدین رو تشکیل داده بودیم. بعد من با دوستان و یعنی جلساتی که داشتیم، صحبتایی که میکردیم، فدراسیون بیش از حد پاش از گلیمش دراز کرده بود که یعنی علنا دیگه تمام تخلفاتی رو که دلش میخواست رو انجام میداد و به هیچ عنوان به هیچ کس پاسخگو نبود، به خاطر اینکه شاید خیلی از مثلا اینا تصویر خیلی بزرگی ساخته بودن و برای خودشون پولی تراشیده بودن که کسی جرئت نکنه که به اینا نزدیک بشه و اعتراض کنه. اون زمان یعنی شما به این مسئله توجه داشته باشین جناب فلاتی، یه مربی کارکشته که خب شاگرد رو وقتی از دور میبینه اینا رو تشخیص میده که آیا این مثلا این بچه الان 13-14 ساله، یعنی یه نوجوان 12-13 ساله
یه نوجوان 17 18 ساله کاملا قابل تشخیصه. اینو هر آدم یعنی از دورم، یعنی آدمی که ورزشی هم نباشه، اینو کاملا تشخیص میده، چه برسه یه مربی حرفه‌ای. ما بارها و بارها اعتراض کردیم که این بچه‌ها یعنی اینطوری انقدر ریش و سیبیل دارن، اینا با این اندام اصلا اینا بهشون نمیخوره اینا نوجوان باشن. اعتراضاتمون رو شروع کردیم ولی متاسفانه راه به جایی نبرد. خیلی یکی از دوستان ما حتی با فدراسیون اون موقع یه درگیری لفظی و فیزیکی هم توی سالن مسابقات پیدا کرد که اون دعوام به جایی نرسید، که اعتراض ما این بودش که بالاخره شما چوب این مسئله رو خواهیم خورد و هیچ کی یعنی مورد توجه قرار نداد. یکی دو تا از رسانه‌ها یا سایت‌های خبری تنها اونا رسیدگی کردن، یعنی فقط گزارش رو زدن، یعنی اعتراض ما رو رسانه‌ایش کردن. بعد که این تیم رو آماده کردن که عازم اردوی ارمنستان بکنن و از اونجا عازم مسابقات جهانی مجارستان بشه تیم نوجوانان، در اصل جوانان در قالب نوجوانان، متاسفانه خب این پرواز با همون 167 سرنشینی که شما فرمودین سقوط کرد و هیچ اثری از اینا باقی نموند. وقتی که این خبر رو خب ما شنیدیم و رفتیم و یعنی مراسم، یه مراسم حالت چی میگن یادبودی برای اینا گرفتن، تابوتایی رو تهیه کردن، توی تابوت چیزی نداشتن بذارن جناب فلاحتی، یعنی قسمت دردناکش این بود توی تابوت عکساش تو سایت ها هستش، توی تابوت یکی یه دست لباس جودو گذاشتن، درش رو پلم کردن که خانواده ها نبینن، چون جسدی نبود، چیزی نبود، تمام 168 سرنشین و هواپیما متاسفانه تبدیل به خاکستر شد. بعد از مراسم ها خب یا حین اون مراسم ها ما یواش یواش صدامون رفت بالاتر که ما چقدر گوشزد کردیم که این مسئله هست، چون مثلا توی تیم ملی نوجوانان ما داشتیم به نام یه نوجوانی رو داشتیم به نام آقای محمد ملکشاهی که به نام ایمان زیدی وند عازم مسابقات میشد، یا مشتبه عزیزاللهی به نام مسیب عزیزاللهی، و یا وحید باقرپور به نام یحیی باقرپور. حالا شما ملاحظه کنه آقای فلاحتی عزیز، مشتبه عزیزاللهی که به نام مسیب عزیزاللهی توی این مسابقات شرکت کرد و قهرمان آسیا شد و عازم مسابقات جهانی بود تو وزن مثبت 100 کیلو، سه سال قبل تو وزن 66 کیلو قهرمان آسیا شده بود و این شد که کنفدراسیون آسیا یه مقدار به هول و بلا افتاد که و به تقلا افتاد که چطور میشه که یه ورزشکاری که ریز جسته است و نقش خیلی ریز نقش 66 کیلو وزن داشته یه دفعه شده 100 کیلو و با اسما و با شناسنامه و پاسپورت هایی که براشون درست کردن عازم مسابقات کردن که همونطور که قهرمان آسیا شدن اونجا هم کسب افتخار بکنن و به سوء استفاده هاشون بپردازن. این یعنی ببینین اینا یعنی تیم ملی نوجوانان نداشتن که تیم ملی جوانان رو در واقع فرستادن. متاسفانه هیچ وقت پشتوانه سازی نداریم جناب فلاحتی عزیز. الان تو رأس تیم ملی، یعنی الان سرمربی تیم ملی ایران کسیه که کل سابقه جودوش نهایتا اگر لباس جودو فقط تنش کرده باشه نهایتا به 7-8 سال میرسه، هیچ قهرمانی هیچ سابقه ای نداره، میان خیلی راحت با سلام و صلوات حتی درجه بهش میدن، دانه 5-6 بهش میدن که بگن این مربی ماست، این کارکشته است، دانه 6 داره، دانه 7 داره. خب سوابقش رو نگاه میکنی این آقا اصلا هیچ وقت تو توابع تهران سوم تهران هم نشده، چطور اومده شده سرمربی تیم ملی؟ خب با سلام و صلوات با سفارش. آی نجاری آی نجاری عذر میخوام، حالا به مربی ها و سرمربی ها خواهیم رسید و سرپرست تیم ها و فدراسیون و اینها. من این اسما رو میخونم، این بچه هایی که در سقوط هواپیما کشته شدن،
چند تاشون، من اسمو میخونم فقط برای بینندگان عزیز که در جریان قرار بگیرن اسامیشون باشه، و چند نفرشون بفرمایید که با شناسنامه جعلی تو این تیم، با قطعاً با آگاهی رئیس فدراسیون و مسئولان تیم ملی این شناسنامه‌شون رو جعل کردن، و در واقع بعضیشون با شناسنامه برادرشون که بزرگتر بود یا کوچیک‌تر بود ببخشید، اینا اومدن توی تیم. من اسماشون رو میخونم: وحید ابراهیمی که همه کشته شدن، وحید ابراهیمی 51 کیلو، ایمان زینیمند 55 کیلو، حسین بنا 60 کیلو، سعید رسولی 66 کیلو، مصطفی صباغی 73 کیلو، یحیی باقرپور 81 کیلو، مصیب عزیز اللهی 90 کیلو، علیرضا لشکری 90 کیلو، بالای 90 کیلو، و به همراه علی بهرامی به عنوان سرمربی و علی محدث مربی اعضای تیم ملی جودو نوجوانان در این اعزام بودن. خواهش من بفرمایید کدومشون اینا جعلی بوده در واقع هویتشون این طفلی‌ها؟ ایمان زیدیوند، مصیب عزیزاللهی و یحیی باقرپور این ستایی بودن که با مدارک جعلی تو این مسابقات و مسابقات قبلی و مسابقات سال قبل، یعنی دو سال سه سال بود که اینه تو مسابقات مختلف با مدارک جعلی شرکت میکردن و با نظارت مستقیم سرمربی تیم ملی که اون موقع آقای امینی بوده. ببینید همین و... علیرضا امینی یه سال بعد از این ماجرا، این حادثه فاجعه در واقع، 30 دی 89، کمتر از یه سال، روزنامه ها نوشتن که علیرضا امینی رئیس فدراسیون جودو در خصوص ماجرای سقوط هواپیمای حامل جودوکاران گفت آن نوجوانان تخلف کرده بودند و از طرف دادگاه 20,000 تومان جریمه شده و شناسنامه هایشان را تحویل گرفتند. این اظهارات امینی در حالی مطرح شد که در پرونده جعل هویت جودوگاران کشته شده، رؤسای فعلی و اسبق فدراسیون جودو نیز متهم به معاونت در جعل هویتند. خب این چی میگه این امینی؟ یعنی با خود امینی و دیگران چه برخوردی شد وقتی هم که فاش شد این قضیه؟ جناب فلاتی، وقتی شکایت های ما، پیگیری های ما ادامه پیدا کرد، ما اینا رو به دادگاه کارکنان دولت کشوندیم، اونا هم از ما شکایت کردن، ما رو به دادگاه انقلاب کشوندن و از نفوذایی که داشتن استفاده میکردن، ولی فشار ما وقتی بیش از حد شد مجبور، یعنی به این شکل شدش که فعلا ایشون استعفا بده تا کس دیگه بیاد به جاش. ما یعنی شکایتامونو به جوری پیگیری کردیم که رئیس فدراسیون رو عزلش کردیم و قرار شد که فدراسیون رو با رأی گیری و یعنی کسی که به واقعیت از یعنی دلسوز جودوست، از خانواده اصلی جودو باشه، بذارن به جای ایشون، که متاسفانه نشد، این کار نشد، باز جور دیگه اتفاق افتاد، آدمای خودشون رو دوباره گذاشتن. هیچی در نهایت هم هیچ کاری نمی کنن های فلاحتی، یعنی به راحتی جریان ماسمالی می کنن و لاپوشونی می کنن و الان که انجام... درخشان رئیس فدراسیون جودو این الان متاسفانه الان دوباره متاسفانه درخشان محمد درخشان که سردار سپاه، بعد اینا جالبی، یعنی جالبش اینه که تمام رؤسای فدراسیون جناب فلاتی میگن که ما مجانی کار میکنیم، هیچ سودی تو این کار نداریم. بعد نمیدونم که چطور میشه که مثلا ما رئیس فدراسیونی داریم که پزشکی و مطب پزشکی و خدمات رسانی درمانی رو ول میکنه، میاد میشه رئیس فدراسیونی که مجانی میشه. اون دکتر که... دکتر چی؟ یکی از کسایی که میگین پزشکه، دقیقا مال وشوه ها؟ مال وشو مثلا داریم دکتر مهدی علی نژاد. خب ایشون خب مگه سرمایه اون مملکت خرجش نشده؟ مگه تو اون مملکت بهش یعنی این همه بها بهش ندادن ایشون بشه پزشک؟ توی ریاست فدراسیونی چه سودی هست؟ پشت پرده چه خبره که شما یعنی هر آرزویی شما از هر بچه سوال کنی که دوست داری بزرگ بشی در آینده چیکار بشی؟ میگه من میخوام دکتر بشم، میخوام مهندس بشم. شما میای دکتر میشی ولی دکتری رو ول میکنی، میای میچسبی به ریاست فدراسیونی، بعدش هم میگی که من اصلا اینجا هیچ پولی نمیگیرم، من فی سبیل الله دارم کار میکنم. یا مثلا رئیس فدراسیونای خود ما
من حالا رشته‌های دیگر الان باز یعنی رشته‌های دیگر هم برای شما مثال میزنم. همین آقای امینی به غیر از این که وزارتخونه ای بوده، اطلاعاتی بوده، مدرک دکترام گرفته بود، سرمربی تیم ملی بود، مدیر تیم‌های ملی بود، دبیر فدراسیون شد، رئیس فدراسیون شد، تمام این پست و مقام‌ها رو در کنار کارهای تجاری دیگه‌اش داشت، رستورانداری، پیتزا فروشی تو میدون تجریش، رستورانداری توی قیطری تهران، ساخت و ساز تو این شهر، ساخت و ساز تو اون شهر. من سوالم اینه که واقعا چطور میشه که شمایی که به عنوان مربی تیم ملی مملکت هستی و بیشتر از یه خلبان همیشه پرواز داشتی، ایشون در ماه در حد یعنی به طور متوسط 20 روز تو مسافرت بوده جناب فلاحتی، کی وقت داشته که درس بخونه و این مراحل رو طی کنه و با نمرات عالی هم قبولی بگیره، لیسانسش و فوق لیسانسش و مدرک دکتراش رو؟ وقتی ما هویت ایشون رو آشکار کردیم برای همه و رسانه‌ایش کردیم، هست توی رسانه، مدارکش هست. من متاسفانه الان اینجا چیزی همراهم ندارم که وگرنه همه اینا رو تصویری نشون میدم به بینندگان عزیز. آقای امینی جعل مدرک قهرمانی آسیای آقای حقانی، اولین طلای آسیای ما، وارد دانشگاه شد بدون کنکور و یعنی چی؟ یعنی با یعنی مدرک آقای حقانی رو کرد مدرک خودش و بله اسمش رو عوض کرده بودن، لاک گرفته بودن و فوتوکپی کرده بودن داده بودن به دانشگاه و ایشون توی دانشگاه مدرک لیسانسش رو بدون شرکت حتی توی یک کلاس، بعد مدرک فوق لیسانسش گرفت با پرداخت $13,000 توی دانشگاه آزادی توی قزاقستان مدرک دکتراشو میخره. من یه دانشجوی مقطع کاردانی تربیت بدنی بودم توی ایران، با اینکه شغل آزاد داشتم و بعد از اون کار مربیگری انجام میدادم، واقعا نمیتونستم اصلا درسامو بخونم، یعنی اصلا به درسام نمیرسیدم. چطور میشه شما تو مدرسه تو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مربی تیم ملی باشی، سرمربی تیم باشی، مدیر و برنامه‌ریز تیمای ملی باشی، هر ماه 20 روز توی سفر باشی بعد مدرک تو بگیری؟ آقای نجاری یه دو سه نفر دیگه هستن به ویژه خیلی تابلو هستن توی فدراسیون، من میخوام اینا رو ازتون بپرسم و بعد یک سوال مهم دیگه ای دارم ازتون. بذارین من اینو بپرسم که برسیم به اون سوال. آقای مثلا پولادگر، آقای عیب الله ناظریان، آقای داوود میقانی، اینا سابقه شون چیه اونجا انقدر بازشون؟ آقای پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو هستن ایشون. آقای پولادگر اگر اشتباه نکنم در حدود سالهای 62-63 ایشون توی شهرستان قم بودن، درس حوزوی و علمی چیز میدیدن، یعنی ایشون روحانیت میدیده، یعنی یه روحانی بوده که اونجا بهش پیشنهاد میدن رئیس هیئت تکواندو استان قم میشه، شهرستان قم میشه. بعد از 2-3 سال فعالیت اونجا ایشونو با ساپورت میارنش، با سفارش میارنش تهران، میکننش رئیس هیئت تکواندو استان تهران اگر اشتباه نکنم. بعد از یه مدت میشه دبیر فدراسیون تکواندو و یه چیزی حدوداً اگر اشتباه نکنم در حدود 20 سال هم هستش که ایشون رئیس فدراسیون تکواندوه، یه روحانی. یعنی تکواندو رو در حوزه علمی یاد گرفته بعد اومده شده رئیس فدراسیون. ببینین حبیب الله ناظریان رو بگیم، خواهش می‌کنم. ناظریان هم همینطور. آقای ناظریان هم از بسیجی ها و سپاهی هایی بوده که سالها، به اگر اشتباه نکنم ایشون هم، آقای ناظریان هم در حدود 16-17 سال رئیس فدراسیون کاراته بود، بعدن سپردن دست، اگر من سلسله مراتبش اشتباه نکنم، بعدن سپردن دست کس دیگه از آدمای خودشون به نام آقای، من اسمشون رو متاسفانه آقای الان خدمتتون میگم، یه مدت آقای فرجی بودن که ایشون قبلا در 12 سال، در 15 سال توی فدراسیون جودو بودن، از سربازی شروع کرد، همونطور که آقای امینی
زمانی که من برای اولین بار سال 1365 من قهرمان کشور شدم، ایشون سرباز وظیفه بود و آبدارچی بودش توی فدراسیون جودو. ولی فرق آقای فرجی با آقای امینی این بودش که آقای فرجی من توی جلسه فدراسیون کاراته وقتی برای حل مشکلی که دوستان کاراته کارمون رفته بودم به من گفتش که آقای نجری من افتخار میکنم که از آبدارچیگری شروع کردم تو فدراسیون جودو و الان تا ریاست فدراسیون کاراته پیش اومدم. این حرفش قابل تقدیر بود و اعتراف میکرد، میگفت من از پایه شروع کردم و به اینجا رسیدم. ولی اون یکی ها نه، همشون تافته جدا بافته خودشون حساب میکردن. زمانی که مادر متولد شده بودن اینا رئیس فدراسیون مثل اینکه متولد شده بودن. آقای نجری معذرت میخوام، معذرت میخوام چون فرصت اون کمه، من میخوام این سوال ازتون حتما بکنم. ببینید خیلی خیلی ها میگن، خیلی از مردم و خیلی از جوان ها به ویژه در ماجراهای سال 88 و سرکوب تظاهرات خیابونی خیلی مرسوم شد که از فدراسیون جودو و فدراسیون دیگه کاراته و اینا ورزش های رزمی به طور کلی دسته های سرکوب خیابانی درست میکنند. چه تجربه دارین؟ چقدر میشناسین؟ این حدود 5 دقیقه فرصت داریم در این باره صحبت کنیم. خواهش میکنم. در این باره هم خدمتتون بگم جناب فلاتی، متاسفانه اونایی که مجبور میشن، ببینید من این نمونه شو بگم، حالا یه خیلی کوتاه، کشتیگیرا و بوکسورا و نمیدونم تکواندوکارهایی که رفتن تو کشور آذربایجان واقعا ببینید چه زندگی دارن. درست همه چی پول نمیشه، ولی برای ورزشکار هم همه چی پول نیست. پول مهم، نه اینکه مهم نباشه، در درجه دومه، مهم اون افتخاراته. خب اونا الان زندگی هاشون چطوریه؟ موفقن، تو جایگاه ورزشیشون براشون ارزش قائلن. ولی وقتی که توی ایران باشی و قرار باشه که به حرف اینا بله چشم قربانگو باشی و به خواستای اینا تن بدی، خیلی مواقع مجبور میشی شما تو تظاهرات شرکت کنی، مجبورت میکنن تو نماز جماعت شرکت کنی، مجبورت میکنن تو دعاهای کمیل شرکت کنی، تو سینه زنی ها، توی هیئت ها بری، توی نمیدونم زیارت این مرقد زیارت اون مرقد میبرنت که نمایش بدن که این بچه ها شاگردای کاراته من، این بچه شاگردای جودوی من، شاگردای تکواندوی من، همه این بچه ها، این قهرمان ها از ما هستن، حمایت میکنن ما رو. بله هستن، خیلی از جا هستن. من جایی دعوت شدم توسط یکی از دوستان اون باشگاه کاراته ای که توی خیابون دماوند تهران هم هست. آدرسش دقیق کجاست آقای نجدی؟ نفس خیابان، نفس اتوبان باقری که الان شده باقری، شهید باقری، به نام یعنی نفس خیابان خاقانی سابق. یه باشگاه ورزشی بود، قبلا استخر قائم بود، اینجا شد به زور گرفتن، یعنی اطلاعاتی که ما جمع آوری کرده بودیم اینجا رو از صاحبش به زور و با فشار از صاحبش گرفتن، مالک شدن، کلاس کاراته ای تشکیل دادن، یه سبک من درآوردی از خودشون ابداع کردن و یه سبکی زدن. و حتی ما یعنی هیچ جای دنیا ما نداریم که لباس کاراته به رنگ سبز در بیاد. لباس کاراته همه جای دنیا سفیده، لباس جودو سفیده، حالا لباس های مسابقه سفید و آبیه. یه باشگاهی برای خودشون تشکیل دادن و از همونجا اون نفرات رو وقتی که مجبورت میکنن که اطاعت کنی از دستورات اونا، گروه فشاری تشکیل دادن و چندین بارم از منم دعوت کردن که من به هیچ عنوان جواب تلفناشون رو ندادم و اصلا یعنی هیچ اقدامی نکردم و گفتم که من که خودم نمیتونم. ببینید چند نفری اونجا تمرین میدیدن به عنوان گروه فشار تو همون آدرس که شما فرمودید؟ اونجا نفراتی که یعنی به طور متوسط حساب کنین شاید نزدیک به 100 نفر اونجا تمرین میکنن تو سانسای مختلف. و زیر نظر کیان اینا؟ بنیانگذارش اونجا، بنیانگذار اون سالن کاراته کسی به نام محسن سلطانیه که
خودش رو رئیس فدراسیون جهانی اون سبک میدونه، با اینکه هیچ جهانی وجود نداره. جهانی رئیس فدراسیون جهانی چه رشته‌ای هستی شما؟ رشته‌ای که نهایتا مسابقاتش تو پاکستان و تو بنگلادش برگزار میشه، این میشه یه رشته جهانی، یا اگه یکی به توش میگن قهرمان جهان شد. دو تا کشور، کشورهای بسیار سطح پایین مسابقه برگزار در واقع به عنوان رشته از کاراته اینو درست مثلا درست کرده. ببینید غیر از این سلطانی که میفرمایید که حالا حتما نمیدونم از سپاه یا از هر جا هست که بله از یعنی کسانی هستش که فوق العاده پیرو خط رهبر خودشون میدونه و با کسانی مثل حسین الله کرم و کسانی مثل که سردار سلامی یه فامیلیت و دوستی خیلی دیگه الله کرم و سردار سلامی به همون محلی که شما میفرمایید رفت آمد دارن، یعنی نظارت میکنن بر تمرین این گروه فشار، حمایت میکنن این گروه رو و دست. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای نجاری عزیز. آقای یعقوب نجاری از پیشکسوتان ورزش جودو در ایران، از مربیان ورزش جودو. و اینکه آقای نجاری فرمودن چند بار که ما یقه فدراسیون رو میگرفتیم، ما کسانی رو مثل علیرضا امینی اینها رو با فشار سعی کردیم کنارش بذارن، حالا هرچند که درخشان رو گذاشتن یه سپاهی دیگر رو، ولی به این دلیل است میگن ما برای اینکه یک جمع منتقدین درست شد در فدراسیون جودو و این جمع منتقدین که آقای نجاری هم توشون بودن خیلی فشار می آورد خلاصه برای مقابله با فساد در فدراسیون فوتبال. متشکرم. بله بریم پرده آخر. اگر خدا میخواست یا توی زمین با یک زنی ازدواج کنه، با کی ازدواج میکنه؟ با همونی که علی ابن ابی طالب ازدواج کنه. اگه خدا میخواست چیزی بخوره چی میخورد؟ همونی که اینا میخوردن. شب و روزگار خوش.